پیکر رسول اکرم، پاره پیکر رسول اکرم، جگرش پاره شد ای اهل عالم. هر مداخله ما بخوایم بکنیم حتما باید اخشار آسیب پذیر رو ببینیم و اجازه ندیم زیر دست و پا و یا اون چرخهای توسعه ما له بشن. مصرف بالای بنزینی که تو جایگاه اتفاق میفته و اون میزان زمانی رو که بایستی نفتکش از انبار نفت بارگیری کنه تا جایگاه برسه، اینجوری بله ممکن اتفاق بیفته جایگاهی ساعتی از روز رو بی بنزین بوده ولی بنزین بهش رسیده. عشق امام رضا حاضرم یه زندانیه که به بوسم برسه رو آزاد کنم. ما قلبمون واسه آقا امام رضا میتونه. سر آقا مالا یه آلیه به موسر رضا. چیگه تمام رضا؟ به داد همه برس همین. قربون آقای امام رضا برم که هر کسی میره داخل حرمش سبک برمیگرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، به خبر 23 خوش اومدید. در شب سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام، مشهد کانون عرض ارادت به ساحت اهل بیت پیامبر به ویژه امام رعوف است. حسیت از مردم ایرانم. امام رضا خیلی مهربونه، رعوفه. امام یک تو ایران خودونه ما خیلی دوستش داره. هر سال هم شهادتش میه. اینجا قطعه از بهشته. عالم ز سوز غربتت ماتم سراشد. جایی که همه ما را جواب کردن دکترا، ولی طبیب اصلی به ما عنایت کرد و آقا امیرعلی به ما داد. بعد چند سال؟ بعد از 15 سال. این حرم حریم امن و آرامشه برای زائران، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. پررنگی عشقشون که تو قلب ماست یه جورایی ما رو به سمت مشهد میکشونه. میلیون ها جمعیت که بینیم در اینجا حضور دارن، جز عشق آقا علی ابن مصر رضا شمس شموس هیچ دلیلی دیگه نمیتونه داشته باشه. به همراه خانواده هم از عراق اومدم و امام رضا رو خیلی دوست دارم. بچم تصادف کرده دکتر، جوابش دادم. التماس دعا دارم. اصلا دوست ندارم برگردم. اینجا خیلی خوبه. حالا هوای خاص جای به انگار به حس اومدم اینجا. امشب و پس از نماز مغرب و عشا خادم های حرم مطهر آیین خطبه خوانی رو با دور تفقد، شمع گردانی و خواندن خطبه شام شهادت امام هشتم به جا آوردند. رسول اکرم، پاره پیکر رسول اکرم، جگرش پاره شد ای اهل عالم، جگرش پاره شد ای اهل عالم، حجره بسته دل شکسته دیده گریان، یا رضا جان. شما بیننده 23 هستید. فوق‌العاده مدیریت برای مدیران بنگاه‌های زیانده ممنوع. رئیس جمهور که خراسان رضوی رو مقصد اولین سفر استانیش انتخاب کرده، پس از ورود به مشهد و همقدم شدن با زائران پیاده حضرت سامن الحجج به دیدار فعالان اقتصادی رفت و پای صحبت‌هاشون نشست. بی‌پی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند، تک نرخی کردن ارز به جز کالای اساسی و دارویی. دولت‌ها وظیفه‌شون این بوده بستر رو آماده کنن که اونایی که تجارت می‌کنن، اونایی که تولید می‌کنن، اونایی که صنعتگرن بتونن در امنیت کارشون انجام بدن،
بعد مالیات بدن، مالیاتو میدن که ما امنیت برای شما ایجاد کنیم. آقای پزشکیان البته این رو هم گفت که در انجام هر کاری برای کشور رضایت و همراهی مردم رو لحاظ میکنیم. هر مداخله ما بخوایم بکنیم حتما باید اخشار آسیب پذیر رو ببینیم و اجازه ندیم زیر دست و پا و یا اون چرخهای توسعه ما له بشن. رئیس جمهور از شروع سفرهای خارجیش در آینده نزدیک هم خبر داد و از فعالان اقتصادی خواست مسائل و مشکلاتی رو که در تجارت دارن اعلام کنند. با مرزهایی که ما داریم همین روند رو اگر در تجارت در صادرات بتونیم بستر آماده کنیم میتونیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و خیلی از مشکلاتمون رو میدونیم حل کنیم. رئیس جمهور در جمع فعالان سیاسی استان هم حاضر شد و شایستگی علمی و کارآمدی رو دو ملاک مهم برای انتخاب مدیران ارشد و میانی کشور اعلام کرد. واکنش نفتی ها به ماجرای تعطیلی موقت برخی پمپ بنزین ها. سوخت رسان ها پشت ترافیک گیر می کنند. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در واکنش به تصویرهای منتشر شده در فضای مجازی از نبود بنزین و تعطیلی موقت برخی جایگاه های سوخت در استان های پرتردد کشور گفت ترافیک سنگین در جاده ها باعث تأخیر در رسیدن کامیون های سوخت رسان از انبارهای ذخیره بنزین به جایگاه های سوخت میشه. مصرف بالای بنزینی که تو جایگاه اتفاق میفته و اون میزان زمانی رو که بایستی نفتکش از انبار نفت بارگیری کنه تا جایگاه برسه. دیروز توی مسیر دو ساعته در حالت عادی رو 7 ساعت تو راه بوده تا خودش رسونده به جایگاه بنزین رو تخلیه کرده. اینجوری بله ممکن اتفاق بیفته جایگاهی ساعتی از روز رو بی بنزین بوده ولی بنزین بهش رسیده. تمام همکاران ما در بخش تولید، بخش نقل و انتقال، بخش توزیع به صورت 24 ساعته دارن تأمین بنزین کشور رو انجام میدن. آقای ویس کرمی از افزایش 7% مصرف روزانه بنزین و افزایش بیش از 10% مصرف روزانه نفت، گاز یا گازوئیل از ابتدای امسال هم خبر داد. کارت زرد سازمان بازرسی به عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی. بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور گفت بیشتر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در 5 ماهه امسال در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام مسکن و فرزندآوری عملکرد قابل قبولی نداشتند و فقط به 36% متقاضیان معرفی شده وام دادند. آقای حسینی گفته تأخیر در پرداخت تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود قانونی، تخلفه و مراجع نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد می‌کنند. تذکر وزارت خارجه به سفیر استرالیا تکرار نشه. در پی انتشار مطلبی مهم از سفارت استرالیا در تهران در شبکه‌های اجتماعی، سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. رئیس اداره منطقه‌ای وزارت خارجه کشورمون به سفیر استرالیا گوش زد کرد باید این اقدامش رو جبران کنه و مراقب باشه تکرار نشه. سفیر استرالیا که چند روز پیش با انتشار تصویری در فضای مجازی از منحرفان جنسی حمایت کرده بود هم گفت قطعاً تعمدی در اهانت به مردم و ارزش‌های جامعه ایرانی نداشته. ششمین روز بازی‌های پارالمپیک با کسب نشان نقره صفرزاده و صعود تیم والیبال نشسته به نیمه نهایی پیگیری شد. در ادامه این بازی‌ها در دو میدانی و در پرتاب طول علی الفت نیا به مسافه حریفانش رفته. در دوی 400 متر هاجر صفرزاده صاحب نشان نقره شد. در والیبال نشسته تیم ملی کشورمون در 3 دست مقابل آلمان به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در گلبال تیم ملی کشورمون 5-4 آمریکا رو شکست داد و 5 شد. در جدول رده بندی تیم کشورمون تا کنون با 2 طلا، 7 نقره و 3 برنز در رده 23 قرار داره. با دستور مراجع قضایی منطقه تصرف شده در الیمالات نور پلمب شد. دادستان مازندران این اطمینان را داده که ریشه‌کنی درختان در منطقه تصرف شده الیمالات حقیقت نداره و هیچ اقدام عمرانی در اونجا انجام نشده. ریشه‌کنی درخت در فضای مجازی از سوی
عده‌ای پخش شده، ما دستور دادیم این موضوع بررسی بشه و با کسی که با انتشار اخبار کذب و تصاویر کذب در مقام تشویش از هم بر اومده برخورد جدی خواهد شد. به گفته آقای علی شاه، متخلف قصد استقرار کانکس در منطقه رو داشته که در این باره پرونده تشکیل و با دقت و سرعت در حال رسیدگی. دادستان مازندران هشدار داده هر گونه عملیات اجرایی در منطقه جنگلی الیمالات ممنوع و هر اقدامی برای تصرف اراضی ملی قطعا جرمه و با قاطعیت باش برخورد میشه. مشکلات ثبت نام وام ازدواج همچنان برقراره. بانک مرکزی هم هیچ راه حلی را نکرده و گفته مشکل ایجاد شده به دلیل محدودیت سهمیه بانک هاست. وام ازدواج و مشکلات نامنویسی این وام که همچنان ادامه دارد. ثبت نامش که تقریبا یک ماه و نیم طول کشید. تو سایتش میرفتیم سر رد میکرد، میگفتش که ثبت نام قبول نمیکنیم، پر شده. خیلی به نظرم سایتش بد بود، یعنی ثبت نامش خیلی سخت بود. یه به سختی ما ثبت نام کردیم اون بانکی که میخواستیم، خیلی زمان گذشت. طبق آخرین آمار بانک مرکزی صف وام ازدواج تا دهم شهریور به 349,000 نفر رسیده. این آمار منهای افرادی است که هنوز موفق به نام نویسی در سامانه بانک مرکزی نشدند. یکی از شکایت‌های مرسوممون اینه که مراجعین میرن در سامانه بانک مرکزی ثبت نام بکنن ولی سامانه پاسخگوشون نیست. به گفته معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی، این بانک به دنبال اقداماتی برای کاهش این صف بود، اقداماتی که به گفته خودشان نوعی مسکن کوتاه مدت محسوب می‌شود. با توجه به حساسیتی که این موضوع داره برای جامعه، ما 50 همت هم از منابعی که در اختیار بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها رو آزادسازیش انشالله انجام میدیم. مسکنی که این صف رو تا چند ماه دیگر تا 150,000 نفر کاهش می‌دهد، اما دردی از روند کند نامنویسی در سامانه دوا نمی کند. ابلاغی به شبکه بانکی شده، مثلا مشخص بانک صادرات باید تا پایان سال انقدر مکلف پرداخت بکنه. الان بفرمایید اگر من یه عددی رو فرض بفرمایید 10 همت رو من به بانک صادرات دادم، آیا من این سامانه رو باز بذارم این 10 همت بشه 70 همت، این کی باید پاسخ بده؟ و البته هنوز هیچ راه حلی از توی بانک مرکزی برای این مشکل عنوان نشده. از ساعت 6 صبح من تو سایتم، یعنی سایت ها بسته است. یعنی چی سایت ها بسته؟ تا میری داخل میگه سایت ها بسته، یا سمت منطقه شما هیچ بانکی مثلا موجود نیستش که بخواد مثلا باز باشه واسه ثبت نام. یعنی من میخوام الان میخواستم عروسیمو بگیرم نتونستم. پرداخت 36% تحصیلات بانکی به متقاضیان دریافت وام ازدواج و فرزندآوری صدای سازمان بازرسی کل کشور را درآورده و به آنها هشدار داده در صورت تاخیر در پرداخت تحصیلات یا دریافت ضمانت‌های فراتر از حدود قانونی با کلیه عوامل و مسئولان مرتبط برخورد کیفری و انتظامی می‌کنند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما. به عشق امام رضا، حاضرید روز شهادتشون چه کاری انجام بدید؟ این سوال خبرنگار ما از مردم بود. به عشق امام رضا علیه السلام، به عشق امام رضا علیه السلام، حاضرم در روز شهادتش، حاضرم 5 تا بیمار رو ترمیمش رایگان انجام بدم، 4 تا آدم بی‌بزهت رو رایگان ماشین اسلام، صحنه سرای علی ابن موسی رضا رو دارو بزنم، تمام آقایونی که اسمشون رضا کار با شما به صورت رایگان ماشینشون شسته میشه. علی ابن موسی رضا گردن من خیلی حق داره، من به خاطرش 8 تا تنظیم موتور رایگان انجام بدم. هزینه لوازم و تحریر 10 تا دانش آموز بی بضاعت رو پرداخت کنم. 8 تا کار بدون اجرت به عشق آقا امام رضا انجام بدم. 20 عدد نان رایگان بزنم. من صلواتی کار کنم. قبل از اینکه شما به من بگید من این کار کرده بودم. صد تا نون صلواتی به مردم بدن.
روز قبل از شهادت امام رضا از دریافت حق فنی چشم‌پوشی کنم. آقا قبول باشه. ایشالله که ما رم به طلبه. به عشق امام رضا حاضرم یه زندانیه که به وسم برسه رو آزاد کنم. به عشق آقا امام رضا حاضرم 3 تا گوسفند هدیه کنم به خیریه. دو نفر رو که بی‌وضاحتم با هزینه خودم بفرستم مشهد. همه شما گم. کسی که داره میره مشهد، مسافر مشهد هستن، بخوان برن من رایگان حاضرم ببرمشون. حاضری در بس در خدمت امام رضا باشی؟ خب ما هر چی که داریم از وجود همه داریم. چرا حاضری برای امام رضا هزینه کنیم؟ مدیون مهربونی های آقا هستن. چون امام مهربونی هاست ما هم مهربونی ازش یاد بگیریم. ما زندگیمونو از امام رضا داریم. والا من از بچگی خیلی عاشق امام رضا بودم. من اصلا خودم یادم میاد بیمه آقا امام رضا بودم. من هر چه دارم از امام رضا است، شخص خودم. ما قلبمون واسه آقا امام رضا میتپه. یه هدیه هم داریم از سمت امام رضا برات. بفرمایید. نوکری امام رضا باعث افتخارمه. خادم الرضا. رو چش اون می‌ذاریم؟ یا علی ابن مصدقا. نوکری آقا را می‌کنم. افتخارمه. با افتخار خادم الرضا هستم. خیلی من. اینکه می‌خواستیم اونجا حرم امام خدمت کنیم، اینجا خدمت می‌کنیم. دستاتونو بزنید رو سینه‌تون آقای دکتر و از همینجا من اومدم پیش تو زار از سلام علیک یا علی ابن موسی رضا دایم یه بغضی که من نمیتونم چیزی بگم. سلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سلام علیک یا چی که تنها رضا به داد همه برس. همین ما دلتنگ. منو که دلمونو بارین اونجا لذت بارین. قربون آقای امام رضا برم که هر کسی میره داخل حرمش سبک برسه. و شما حاضرید به عشق امام رضا چی کار کنید؟ که توی پناه من کرم بیشتر از گناه. شهادت 26 فلسطینی دیگر در 333 روز نسل کشی در غزه. ساعتی پیش هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با بمباران یک ساختمان مسکونی در الزیتون شماری را زخمی کردند. 5 نفر از زخمی ها کودک هستند که حال بعضیشون وخیمه. بمباران یک دانشکده در شمال شهر غزه هم دست کم 2 شهید و 30 مجروح بر جا گذاشت. صهیونیست‌ها همچنین با تیراندازی به یک کشاورز فلسطینی در بیت لاهیا او را به شهادت رساندند. پیکر دست کم 10 شهید هم در شهرهای جنوبی غزه از جمله خان یونس و رفح کشف شد. ۲۸ متهم پرونده پرشاکی خودروی تراوت نوبین دادگاهی میشن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی. به گفته سخنگوی قوه قضاییه 27,000 نفر به علت پیش فروش غیرقانونی خودرو از این شرکت شکایت کردند و حالا کیفرخواست ها صادر و برای این شرکت درخواست انحلال شده. آقای جهانگیر گفته شاکیان این پرونده مبلغ بیش از 8,000 میلیارد تومان در اختیار شرکت مزبور قرار داده بودند، اما مبالغ اصلی توافق شده در قرارداد بیش از 42,000 میلیارد تومانه. به گفته آقای سخنگو برای شرکت شیرین نوش سباتاک هم کیفرخواست و تقاضای انحلال صادر شده.
یک لنج ایرانی حامل 6 ملوان ایرانی و هندی در آب‌های کویت غرق شد. این لنج که بار شیشه داشت به طرف بندر اشعیبه در جنوب کویت می‌رفت که به علت شرایط نامساعد جوی و وزش باد واژگون شد. منابع کویتی از کشف پیکر 3 ملوان ایرانی خبر دادند. گارد ساحلی کویت گفته 2 روز پیش در پی درخواست کمک ناخدای ایرانی این لنج راهی محل حادثه شد، اما پس از چند ساعت جستجو لنج ایرانی را به صورت وارونه در دریا پیدا کرده. جستجو برای پیدا کردن 3 ملوان دیگه ادامه داره. ورزش‌های همگانی رو دریابید. معاون اول رئیس جمهور در آینه معارفه وزیر جدید ورزش و جوانان تقویت و حمایت از ورزش‌های سنتی و ملی رو وظیفه همه دونست و گفت نباید با بی‌توجهی از سلامت جامعه غافل بشیم. در این آیین وزیر سابق ورزش از افزایش سرانه ورزشی در کشور خبر داد و وزیر جدید ورزش هم متعهد شد بخش جوانان و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی رو در اولویت کارهاش قرار بده. فریب کاسبی جدید بنزینی کلاهبردارا رو نخورید. سخنگوی صنف جایگاهدارا گفته انتشار خبر شارژ کارت سوخت در جایگاه‌ها کلاهبرداریه و هر گونه شارژ کارت سوخت فقط با نرم افزار و مرکز سامانه هوشمند سوخت انجام میشه و با فیزیک کارت سوخت یا دستگاه‌های موجود در جایگاه‌ها چنین امکانی وجود نداره. تلفات بارش باران شدید و جاری شدن سیل در هند به بیش از 60 کشته رسید. سیلاب‌های اخیر در ایالت گجرات در غرب و ایالت‌های آندراپرادش و تلانگانا در جنوب این کشور تا کنون موجب مرگ 64 نفر شده. شدت خسارات به حدیه که ارتش دست به کار شده و در حال عملیات امداد و نجاته. هزاران نفر هم به اقامتگاه‌های موقت منتقل شدند. بالا گرفتن اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی در پی کشف اجساد 6 اسیر صهیونی است، شبکه‌های فارسی زبان خارجی یه سوال مطرح می‌کنند: آیا صهیونیست‌ها راه حلی برای برون رفت از بحران دارند؟ شما فکر میکنید میشه توی عملیات این منطقه واقعا کاری کرد؟ سایه ناامیدی بر سر شبکه‌های فارسی زبان خارجی هر بار بعد از انتشار خبری از سرزمین‌های اشغالی. روزهای بسیار پر تشنج را اسرائیل کلن طی میکنه. ناامید از عملیات آزادسازی صهیونیست‌های دستگیر شده توسط فلسطینیان. به نظر میاد درون کابینه اسرائیل به جای اینکه یک اتحادی باشه به گفته کارشناسان بین نخست وزیر و وزیر دفاع، این دو نفر به نوعی با همدیگه هم وارد جنگ شدن. آتش جنگشان دوباره زمانی شعله ور شد که جسد 6 صهیونیست دیگر را پیدا کردند و صهیونیست‌ها با شعار قاتل به استقبال مقاماتشان رفتند. شعار قاتل متوجه آقای نتانیاهو شده. هرگز ما چنین جمعیتی رو در خیابان‌ها ندیده بودیم، هرگز چنین اعتصاب کارگری گسترده در اسرائیل سابقه نداشته. این یک دوپارچگی هستش که در داخل جامعه اسرائیل به وجود اومده از 7 اکتبر و همچنان میرود و عمیق‌تر میشود. میگویند اعتصابات سراسری بی سابقه است و صهیونیست‌ها امیدی برای حل بحران ندارند. ساعت فشارهای اجتماعی که در داخل اسرائیل این به طرز همینطور که تو برنامه‌تون گفتین خیلی چیز خاصی، یعنی خیلی جدیدی. مردم یک نوری رو در اون پایان اون خط نمی‌بینن. امروز واقعا غیر منتظره بود این است که امشب در تل آویو یکهو بدون هیچ برنامه‌ریزی ساعت 7:30 شب مردم دوباره به خیابون‌ها اومدن. در سال‌هایی که من اوضاع داخلی اسرائیل رو از نزدیک دنبال می‌کنم، هرگز ما یک چنین شکاف اجتماعی و سیاسی نداشتیم. بسیار وخیمه، بسیار بسیار وخیمه، در حدی که مثلا اتحادیه کل کارگران هیستدرود میآید و اعتصاب عمومی اعلام میکنه. این میهمان پای ثابت شبکه‌های فارسی زبان در تحلیل اوضاع سرزمین‌های اشغالی این گونه جنبندی میکند. همین الان خود ناظران اسرائیلی میگن دیگه یه شکاف عمیق وجود داره بین جامعه، نه تنها جامعه مدنی، بین جامعه اطلاعاتی امنیتی نظامی و کابینه نتانیاهو. این خیلی مهمه، این یه شکاف عمیق ساختاری است.
عاطفه گودینی، خبرگزاری صدا و سیما. در پناه خدا باشید تا فردا شب.